فریده خانم جون، منم میخواستم به شما سر بزنم ببینم چیزی نیاز دارین یا نه. چمدونایی که از خونتون خواستیم اومد تو اتاقتونه، گفتم همونجا بذاره. اگه به چیزی نیاز داشتین بهم خبر بدین. وسایل حلوا آماده شد یا نه؟ اومد. آره، دندو حتی جا به جاشون کرد. شما زحمتشو نکشین. به خدا دوتا ماشین وسیله فرستادن، دستشون درد نکنه. قسمتش تو محله پخش میشه، با یه قسمتش هم از مهمونایی که میان پذیرایی میکنه. من حلوای شوهرم و خودم میپزم. من چیزایی که از بیرون بیاده به خورد مردم نمیدم. البته باشه، حالا که اینطوره باز تو چرا داری ول میچرخی پسر ها؟ مامان خیلی گرسنم شد. شوهر خاله جاوید غذاهای خوشمزه ای پخته، فقط چند قاشق خورد. به خدا اگه یکی دیگه اسم جاویدو تو این خونه بیاره خودم میکشمش. پسرم پدر زنت مرده، باشه باباش مرده، تو چرا اینجاها داری میگردی؟ برو پیش زنت، برو اینجا نمون، پسر دیوونم کردی به خدا، برو کنار. ای خدا گرسنم شد دیگه. عشقم حالت چطوره؟ میرم به فریده خانم سر بزنم. شرایط خیلی سختیه، میدونم. خب راستش میتونم درکت کنم، اما به مرور زمان میگذره. میگم فردا بریم تعطیلات، کافیه که تو به هم بگی که بریم. ها؟ میریم یه جایی که حال و هوا عوض بشه و همه چی رو فراموش کنی. من با بابام صحبت میکنم، راستش میخوام تو رو از اینجا دور کنم. ممنون، نیاز نیست. باشه، خب من واقعا فکر میکنم که چه چیزی برای تو بهتره. میتونی هر چی که خواستی رو به هم بگی. میدونم. ممنون. میدونی چیه؟ وقتی که بچه بودم یه لاک پشت داشتم. اسمش اسماعیل بود. یعنی اسم معلمه مورد علاقه‌مو روش گذاشته بودم. بهتره بگم که تنها معلمی بود که بهم نمیگفت تو نمیتونی و عرضه نداری. برای همین خیلی دوستش داشتم. یه صبح بیدار شدم و دیدم اسماعیل مرده. انقدر گریه کردم که 3 روز تمام چشام پف کرده بود. هر بار که چشمامو میبستم اون جلوی چشمام ظاهر میشد. خیلی روی من تأثیر گذاشته بود. بعد چی شد؟ همه چی کاملا عادی شد، طوری که انگار اتفاقی نیفتاده. به زندگیم ادامه دادم، به مرور زمان فراموشش کردم. گذشت. لاک پشت اسماعیل. داستان تاثیرگذاری بود صدات. واقعا شنیدنش حالمو بهتر کرد. نه، من فقط میخواستم. صدات، میدونی چی الان حالمو بهتر میکنه؟ سکوت فراموش میکنی میگذره. این حرفو برعکس حالمو بد میکنه. من فقط میخواستم کمکت کنم، همین. میدونم، اما فقط با تنها گذاشتنم میتونی کمکم کنی. صدات عذر میخوام. نه، من عذر میخوام، هر جور که تو بخوای. گوش کن چی میگم. از صبح تا حالا تو هیچ چیزی نخوردی، حتما گرسنت شده. خب شوهر خاله جاوید غذای خوشمزه‌ای درست کرده، میخوای تو هم بیای چند قاشق بخوری؟ نوشه جان صدات. باشه.